سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما من مرتضی حکیمی هستم مدرس و مربی PTE و IELTS و در این ویدیو قصد دارم آزمون PTE رو معرفی کنم و قسمت های مختلف آزمون رو خدمت شما توضیح بدم تا دید بهتری نسبت به این آزمون پیدا بکنید تا بتونید خوب با آزمون آیلس یا آزمون های مشابه مقایسهش بکنید تا بتونید با دید بهتری انتخاب بکنید و همچنین اگر در حال مطالعه و تمرین برای آزمون پی هستید بتونید با تکنیک ها و تیپ هایی که در این ویدیو خدمت شما تقدیم میشه به رشد بسیار خوبی در زمینه تمرین و رسیدن به اون چیز چیزی که میخواید داشته باشید تا باعث تقویت مهارت های چندگانه شما برای درخشیدن در این آزمون بشید. اگر شما با هر آزمون بین زبان مثل آیلتس، تافل، همچنین پی تی ای یا هر آزمون دیگری آشنا باشید میدونید که این آزمون ها مهارت های شما رو می سنجن و بر اون اساس توانمندی شما رو در زبان انگلیسی محک می زنن و بهش نمره می دن. آزمون پی هم از این قضیه مستثنا نیست و بر اساس سوالاتی که به یک شرکت کننده در این آزمون داده میشه دانش و مهارت اون زبان آموز رو محک میزنه و بر اون اساس در چهار قسمت اصلی لیسنینگ، سپیکینگ، ریدینگ و رایتینگ دانش شما رو محک خواهد زد و نمره به شما خواهد داد. همونطور که ممکنه بدونید آزمون پیتی نمره شما از 90 تعیین میشه. و یکی از سوالاتی که در ذهن زبان آموزا نقش میبنده این است که چطور میشه نمراتی که در آیلس میگیریم رو با نمره‌ای که در پیتی میگیریم مقایسه بکنیم. همونطور که میدونید نمره آیلز از نه تعیین میشه چه اگر شما آزمون جنرال بدید یا آکادمیک فرقی نمیکنه نمره شما بین یک تا نه خواهد بود اگر شما برید سر جلسه آزمون آیلز بنشینید و بلنشید بیاید یک میگیرید یه چیز مشخص یعنی حضور شما نمره یک میگیره حالا بر اون اساس توانمندیتون که نمره بندی میشه و به شما نمره داده میشه اگر توجه بکنید طبق تصویری که دارید میبینید اگر شما نمره 4.5 آیلز رو مقایسه بکنید با پی تی میبینید که نمره بین 30 سی تا 36 سی از 90 پی تی معادل است با 4.5 آیلز و همچنین اگر 5 آیلز رو بخواید مقایسه بکنید میبینید که بین 36 تا 43 معادل نمره 5 آیلزه و همچنین اگر شما 43 تا 50 بگیرید معادل 5.5 آیلز نمره بین 50 تا 58 پی تی آکادمیک میشه 6 آیلز و 58 تا 65 میشه حدود 6.5 آیلز و اگر نمره شما بین 65 تا 73 باشه معادل 7 آیلز خواهد بود و شما اگر بخواید 7.5 آیلز بگیرید میبینید که نمره بین 73 تا 79 در پی تی ای معادل 7.5 آیلزه و اگر شما 8 آیلز بخواید میبینید که باید بین 79 تا 83 در آزمون پیتی بگیرید به خاطر همین خیلی ها شنیده میشه مثلا برای مقاصد مهاجرتی طرف میگه آقا شما 79 پلاس باید بگیرید 79 پلاس یعنی چی؟ یعنی نمره 79 به بالا معادل 8 آیلسه که مثلا برای مهاجرت استرالیا شما به 20 نمره دست پیدا خواهید کرد اگر 8 آیلس رو بگیرید 8 آیلز جنرال یا آکادمیک فرقی نداره یا معادلش PT 79 پلاس یعنی 79 به بالا همچنین اگر 8.5 آیلز بخواید شما 83 تا 86 باید در آزمون پیتی بگیرید و اگر 9 آیلز رو بخواید 86 تا 90 باید در آزمون پیتی بگیرید امیدوارم که شما حتما بین نمره 86 تا 90 بگیرید با سعی و تلاش قطعا بهش میرسید دوستان اگر تا اینجای مقایسه بین پی و آیلز متوجه نشدید باید دقت بکنید که نمره کمتر در پی معادل نمره بیشتری در آیلزه همین نشون میده که آزمون پی تی ای الزامن ساده تر از آزمون آیلتس نیست به این دلیل که بسیاری از افرادی که در هیته آموزش پی دارند اقدام میکنند جالبه که حتی خیلی یک بار هم آزمون پی تی ای رو ندادند اما میگن که شما خیلی راحت آزمون پی تی نه الزامن آزمون پی تی ای راحت تر از آیلس نیست قطعا اون کسی که پشت پی تی ای یا پشت آیلس نشسته و میخواد برای شما نمره بندی بکنه حواسش به همه چیز هست و وقتی که داره میگه آقا نمره 65 پی تی ای معادل 7 آیلس قطعا دلیل داره درسته میشه گفت نمرش دست یافتنی تره به این دلیل که عامل انسانی در نمره شما تأثیر گذار نیست دوستان موضوع دیگری که در مورد آزمون پی و نحوه نمره دهی در آزمون پی ای باید مد نظر قرار بدید این است که در آزمون پی ای بسیار به صورت جزئی تر مهارت های چندگانه شما مورد تحلیل قرار می گیره و بر اون اساس به شما نمره میدن اما در آزمون آیلز فقط روی چهار مهارت اصلی شما یعنی listening, speaking و ریدینگ و رایتینگ این تحلیل مورد نظر و بررسی قرار میگیره همطور که دارید میبینید این الان نمره آزمون پیتی بنده است در چهار مهارت و چهار بخش اصلی listening, ریدینگ و سپیکینگ و رایتینگ میبینید که چهار نمره از 90 کسب شده و در مهارت های جزئی تر که شامل گرامر، اورال فلوئنسی، پرونانسیشن، سپلینگ و وکابولری و همچنین ریتن دیسکورس هستند، مهارت های جزئی تر یک شرکت کننده مورد تحلیل قرار می گیره. همطور که میبینید نمره گرامر، نمره اورال فلوئنسی یعنی روان بودن بیان شما، همچنین پرونانسیشن، تلفظ شما، سپلینگ، غلط های املایی که ممکن شما داشته باشید در نوشتارتون و همچنین وکیبیلری یعنی لغات شما و دامنه لغاتی که استفاده می کنید و همچنین ریتن دسکورس دنبال دار بودن و درست بودن نوشتار شما مورد تحلیل و بررسی قرار می گیره. پس باید در نظر داشته باشید که آزمون پی تی ای یه مقدار ریزتر و جزئی تر به بررسی و تحلیل مهارت های چنگانه شما میپردازه و بر اون اساس به شما نمره داده میشه در این آزمون. موضوعی که باید خدمتتون ارز بکنم در مورد آزمون‌های های و خیلی سوال و ابهام برای بچه های یا PTE و کلا کسایی که میخوان آزمون بین‌المللی بدن براشون ابهام به وجود میاد سوال این است که آیا ما از ابتدای کار باید شروع کنیم متریال آیلتس بخونیم؟ قطعا پاسخ منفیه به چه دلیل؟ به این دلیل که فردی که تازه شروع میکنه به موضوع یادگیری انگلیسی فرض کنیم این فرد در کلاس پنجم ابتدایی دانش انگلیسی قرار داره طبیعتا الزامی و لزومی و تأکیدی وجود نداره که بخواد ایشون متریال مربوط به دبیرستان دانش زبان انگلیسی رو بخونه پس قبل از اینکه شما بخواید بپردازید به آزمون های بین و نللی لازم است که جنرال انگلیش شما یعنی انگلیسی عمومی شما و دانش عمومی شما از انگلیسی رشد پیدا بکنه هر متریالی هر کلاسی میتونه به شما کمک بکنه که به این جایگاه برسید که در آستانه دانش مورد نیاز برای نمره که میخواید قرار بگیرید مثلا اگر هفت آیلتس میخواید یا 65 پلاس پی میخواید در اون جایگاه اگر بخواید قرار بگیرید شما یک پله پایین باید شروع کنید مهارت های آزمون رو یاد بگیرید نه اینکه از ابتدا شروع کنید متریال مربوط به PTE یا آیلتس رو بخونید قطعا نخواهید توانست پس لازمه هر آزمون بینون مللی چه توفل چه آیلتس چه PTE ای، چه هر آزمون دیگری این است که شما دانش زبان عمومیتون رو تقویت بکنید پس، موضوع اصلی که الان باید در نظر داشته باشیم برای کسانی که در سطح آزمون آیلتس یا پیتی نیستند این است که ما ابتدا باید دانش و مهارت عمومی خودمون رو از زبان انگلیسی ارتقا بدیم تا به آستانه نمره‌ای که میخوایم برسیم بعد بریم تکنیک های مربوط به هر آزمون رو در یک ماه دو ماه سه ماه دوره ببینیم یا بخونیم یا با آزمون های ماک آزمون ماک آزمون شبیه سازی شده است از آزمون اصلی همطور که میدونید آزمون ماک آیلز اکثر جا برگزار میشه در مؤسسات مختلف در تهران در شهرهای مختلف برگزار میشه آزمون ماک پی تی ای یه مقدار متفاوته شما باید مستر کارت داشته باشید پرداخت بکنید و آزمون رو در منزل خودتون میدید یا با لپتاپ خودتون یا مراکزی که حالا برای این منظور تدارک دیده شدن و میتونن محیط آرامی رو برای شما تهیه بکنن که شما بتونید آزمون ماک پی تی رو در اون مراکز بدید یه موضوع دیگری که فرق بین آزمون آیلتس و پی تی ای است و باید در نظر بگیرید این است که آزمون آیلتس ممکنه در تهران برگزار بشه ممکنه در شهر شما شما شیراز اصفهان همدان مشهد برگزار بشه اما آزمون پی تی ای متاسفانه فعلا در ایران برگزار نمیشه دست کم تا این لحظه که این ویدیو داره درست میشه در ایران برگزار نمیشه پس برای آزمون پی تی ای شما باید به کشورهای همسایه مثل ترکیه مثل آذربایجان امارات یا کشوری که درش قرار دارید اگر خارج از ایران هستید مثل کشور اروپایی امریکایی یا هر جای دیگری در اون محل یعنی محل غیر از ایران در اون آزمون شرکت بکنید و همونطور شاهد هستید بسیاری از کشورها دیگه کم کم دارن آزمون پی تی رو میپذیرن میشه گفت الان اکثر کشورها آزمون پی تی رو قبول دارند و به خصوص دانشگاه ها رفته رفته اکثر دانشگاه ها اگر شما برید در سایتشون چک بکنید میبینید که مدرک آزمون پی تی رو به عنوان یک مدرک مورد قبول برای پذیرش در دانشگاه یا ادامه تحصیل یا مقاصد مهاجرتی توسط سازمان های مهاجرتی کاملا مورد ارزیابی قرار میدن و مورد قبول اون هاست. موضوع دیگری که باید در نظر داشته باشید حالا در قسمت های جلوتر این ویدیو شما متوجه فرق ها و تفاوت های آزمون آیلز با پیتی خواهید شد اما موضوع دیگری که باید در نظر داشته باشید این است که آزمون پی تی ای درست دست یافتنی تر است به این دلیل که عامل انسانی همونطور که خدمتون عرض شد دخیل نیست در نتیجه ای که قرار است به شما داده بشه اما ممکنه عوامل و تجهیزات و دستگاه ها در آزمون شما دخیل باشند مثل اینکه صدای شما دیتکت نشه مثل اینکه کامپیوتری که شما باش دارید آزمون میدید در سنتر مربوطتون ممکنه هنگ کنه ممکنه کرش کنه ممکنه ریست بشه ممکنه هر اتفاق دیگری بیفته پس این عوامل هم در آزمون پیتی ممکن دخیل باشند اما مهمترین چیزی که وجود داره شما خیالتون راحته که یک عامل انسانی که بر اساس مود که بر اساس سلیقه یا اصلا بر اساس اینکه از قیافه شما خوشش نیامده به شما نمره نده همچین عواملی در نتیجه که شما خواهید گرفت تاثیرگذار گذار نیست و وقتی که رایتینگ شما داره تاثیر میشه ماشین بر اساس هوش مصنوعی رایتینگ شما رو را، اسه شما را مورد تحلیل قرار خواهد داد و به شما نمره خواهد داد موضوعی که باید در نظر داشته باشید یعنی مهارت های چهارگانه شما که بهش اشاره کردیم یعنی لیسنینگ، سپیکینگ، رایتینگ و ریدینگ در آزمون آیلز در چهار بخش مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار میگیره یعنی شما در آزمون آیلز برای اینکه اسپیکینگ شما مورد تحلیل قرار بگیره و آزمون اسپیکینگ رو بدید در روزی غیر از آزمونتون یا یک روز جلوتر یا یک روز عقبتر یا دو روز با فاصله یکی دو روز شما میتونید برید آزمون سپیکینگ رو بدید و بر روبروی شما میشینه به شما تاپیک میده و حالا صحبت میکنید حالا نمیخوایم خیلی وارد این مقوله بشیم که حالا بخش اول اسپیکینگ چطوره بخش دوم چطوره و باقی ماجرا و همچنین در مورد قسمت ریدینگ بر اساس سوالاتی که در آزمون آیلز به شما داده میشه مثلا چهل تا سوال بخش ریدینگ ریدینگ شما و دانش و مهارت شما در ریدینگ مورد تحلیل و بررسی قرار میگیره در بخش رایتینگ شما دو تا ایسای می نویسید اگر جنرال باشه یک نامه عادی می نویسید یک ایسای در مورد یک مطلب اگر آزمونتون آیلز آکادمیک باشه یک ریپورت برای یک نمودار می نویسید در بخش اول و در بخش دوم یک ایسای در مورد تاپیکی که خدمت شما معرفی میشه اما در آزمون پی تی ای مهارت های شما در 20 بخش مختلف یعنی 20 نوع از سوالات مختلفی که به شما داده میشه مورد تحلیل قرار میگیره یعنی مهارت ریدینگ و رایتینگ، لیسنینگ و اسپیکینگ شما در 20 بخش یا 29 از سوالات مختلف مورد تحلیل قرار میگیره. شاید یکی از دلایلی که گفته میشه آزمون ای کاملا غیر جانبداران است و عادلانه است همین باشه که مهارت های شما در 20 نوع سوالات مختلف و 20 بخش مختلف مورد تحلیل قرار میگیره و اگر شما یک جا یک اشتباهی کرده باشید در بخش دیگر ممکنه اون رو کاور بکنید این خیلی مهمه بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقت گذاشتید این ویدیو رو دیدید امیدواریم که برای شما مفید و موثر باشه و آنگونه که باید بتوانید در امتحان پی ظاهر بشید و از صد زبان رد بشید آرزوی بهترین ها رو برای شما داریم همراه با ما باشید در ویدیوهای بعدی در درس بعدی که در مورد آزمون پی تی باز هم صحبت خواهیم کرد و بخش دیگر رو خدمت شما معرفی خواهیم کرد همچنین فراموش نکنید که برای دریافت درس بیشتر و درس آینده کانال انگلیسی مثل آب خوردن رو حتما دنبال بکنید و به دیگران هم معرفی بکنید بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان ایام به کام خوش باشید